سلام و وقت بر همه شما خوش من حارس و جبران استم آرام آرام روند خروج نیروهای های از افغانستان آغاز می شود و ما نزدیک می شویم به پایان ماموریت نیروهای های در افغانستان دوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت ماموریت سربازان بریتانی در افغانستان با موفقیت به پایان رسید است اما چند پیش رئیس جمهور در مصاحبه که با یک نشریه غربی داشت یادآور شد که حضور نیروهای بریتانی در هلمند نه تنها باعث تامین امنیت شده بلکه امنیت را جنگ و دامنه جنگ را در این ولایت گسترش داده و همچنان ولایت و همجوار را ناامن ساخته است و پرسش جدی تر از هم همه هم ماموریت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان است که بار مسئولیتی هم برمیگردد به نیروهای بریتانیایی در افغانستان چقدر ماموریت اینها برای تامین امنیت و مبارزه با مواد مخدر موفق بوده و آنچه آقای کامرون میگوید چقدر نزدیک به واقعیت است بحث امشب آماج مهمانان من عبدالجبار قهرمان نماینده مردم هلمند در مجلس نمایندگان فضل رحمان اوریا سخنگوی ائتلاف ملی و امانلای پیمان عضو مجلس نمایندگان در نخست گزارش نخست وزیر بریتانیا ظاهرا خیلی مطمئن حرف زده است این دیگر مشکل در افغانستان نیست که اگر چنین باشد ناامیدی نسبت با این در افغانستان گپی بیهوده است دیوید کامرون که از نظامیان کشورش در هیلمند دیدار کرد گفته است آنها به هدفشان رسیدند افغانستان به باور او دیگر لانه هراس افغانی نیست و القاعده هم تهدید جدی نمی باشد زیرا اکنون به گفته او حتی هلمند والی دارد هدف اصلی معمولیت ما آن بود که افغانستان به لانه حراس مبدل نشود که همین گونه شد و اکنون افغانستان پناگاه حراس نیست این موضوع هدف معمولیت ما بود و ما این معمولیت را به پایان رساندیم و نظامیان ما افتخار دارند از دستاورتی که آنها در افغانستان به دست آوردند اکنون افغانستان دارای مراکز خوب درمانی است اکنون ولایت هلمند دارای والی است دارای حکومتداری خوب است که پیش از این در این ولایت دیدن نمی شد. او گفته است امیدوار است که موافقتنامه امنیتی به زودی امضا شود زیرا به باور کامرون امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن حضور نیروهای خارجی در افغانستان را قانونمند می سازد اما دو روز پیشتر از این ادعای دیوید کامرون یک جنرال بازنشسته آمریکایی خوشبینی های غرب را به تمسخر گرفت و گفت که مبارک گفتن دو سال پیش آمریکا در مورد نابودی القاعده بی‌معنا بوده است او افزود: است القاعده دوباره جان می‌گیرد و این خطر جدی است رهبری آنها ضربه خیلی شدید دید اما این شبکه دوباره در حال رشد است افزایش لانه های امن سبب افزایش فعالیت های این شبکه شده است جنگجویان و با سبب القاعده 45 هزار نفرند و این یک رقم چشمگیر است تقریبا دو برابر جنگجویان طالب که در افغانستان هستند اینجا کارشناسان نظامی در کابل نیز گپ های دیوید کامرون را گذافه گویی می دانند آنها باور دارند که همه چیز برعکس است میگویند غربی ها در افغانستان پیروز میدان نبودند و اکنون افغانستان با مشکلات جدی امنیتی و مواد مخدر روبرو است جنجال هایی که غرب را به افغانستان کشانیده است تمام ناتو با شمول انگلستان به اهدافی که داشتند به نزد ماز نظامی و مردم افغانستان که باید القایده و تروریزم از بین میرفت صن په امنیت طرف خلیستان تضمین میشد او قاچاق مواد مخدر هم از بین میرات حتی کشته کشته ترافیک ش هم از بین میره ولی دابالي ازي جمله سه هدف یک شم بدست نومه ظاهرا به نظر می رسد که کشته شدن اسامه بن لادن دستاورد خوبی برای سیاستگران ارشد غرب بود که آن را به عنوان پیروزی به روخ مردم خود بکشند با آنکه هنوز جغرافیای جنگ در افغانستان گسترش یافته کش تولید و قاچاق مواد مخدر هم رشد بی سابقه پیدا کرده است اما مشخص نیست مقام های غربی از کدام دستاورد صحبت می کنند شاید منظورشان همین نیروی امنیتی در افغانستان است و یا حکومت که با مردم شکل دید. مورد بیشتر با پدرام سلام پدران دقیق دوید کامرون نخست وزیر بریتانیا چی وقت وارد افغانستان شد روز گذشته دیوید کامرون آمد وارد افغانستان شد اخیرای روز بود با سربازانش در هلمند دیدار گفت و گفتگو کرد گفت ظاهرا گفت. هدف اصلیش هم دیدار با سربازانش خوانده شده و در همونجا هم صحبت کردن با رسانه ها روی اکثر موضوعاتی در مورد امزای موافقتنامه در افغانستان و دستاوردهای نیروهای خارجی در افغانستان و ای که اونا حضورشان را در دوازده سال گذشته در افغانستان موفقیت آمیز خانده و گفته به آن چیزی که اهدافشان بود به اهدافشان رسیده یعنی القایده را از بین بردن نگذاشته افغانستان دوباره محل امنی برای حراس افغانی باشه هرچند حکومت افغانستان هم واره نقد داشته در پیمان به حضور سربازان بریتانیایی در ولایت هلمند ولایت جنوبی شما تونستین دیدگاه حکومت افغانستان هم در پیمان با چیزی که آقای کامرون موفقیت میگن داشته باشین متاسفانه نه ما دیدگاه حکومت نتونستیم بگیریم حرف این است که خب طبیعی شاید حکومت افغانستان هم به احتمال زیاد تا حدی بایی گفته ها موافق باشه خب حالا نمیدانم چون در این مورد کس حاضر نشد متاسفانه بگویم قرار است با مقامات دیگر حکومت افغانستان هم دیدار و گفتگو داشته باشه هنوز این قضیه مشخص نیست احتمال زیاد وجود داره که نشست هایی داشته باشد چون شاید هم روی موضوعات مهم مثلا موافقت امنیتی هرچند مربوط این انگلستان نیست اما چون یادآوری کرده برای که گفته امضای موافقت نامه باعث میشه که حضور نیروهای خارجی در افغانستان قانونمند باشه و گفته امیدوار هستیم این موافقتنامه هر چه زودتر امضا شود از این گفته هایش مشخص میشه که احتمالی وجود داره که نا بیاین بشینن با مقام های حکومت افغانستان هم دیدار و گفتگو داشته باشن ولی تا هنوز قضیه مشخص نیست پدرام خوبی داشتی هر چند مقامات بریتانیایی مخصوصا خود شخص آقای کامرون همچنان حضور سربازانشان را پس از سال 2014 هم حرفای داشت حالا در پیوند با سفر اخیری که به افغانستان داشته راجع به حضورشان پس از 2014 چیزایی گفتن و کدام میکانیزم و ساختار مشخص دارن یا خیر خب اینو در صحبت هایی که آقای کمرون داشت او گفته که سربازان ما در ختم 2014 با افتخار و سربلند از افغانستان بیرون خواهد شد این گونه که به نظر میرسه فکر میکنم که بریتانیا فکر بیرون کردن سربازاش از افغانستان در سر داره و احتمالا شاید تعداد محدودی در صورت تفاهم های بعدی در افغانستان برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان تعداد مشخص نشده پدرام؟ نه هنوز مشخص نیست ببینید من به شما اشاره کردم که من فکر میکنم که خیلی از چیزها اکثر چیزها وابسته به همین موضوع مسئله امضای موافقتنامه امنیتی هست برای که اونا هم اشاره کرده اما چیزی خیلی مهم ادعای کامرون هست که گفته در افغانستان القاعده از بین رفته چیزی که خیلی از کارشناسای نظامی با اون موافق نیست میگن که خب هنوز مثلا معموریت اصلی آمدن نیروهای خارجی در افغانستان مبارزه با حرس افکنی بود نابودی القاعده بود و مبارزه با مواد مخدر بود کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر در حالی که این ای چیزها یک سیر سعودی را دارد در افغانستان مواد مخدر رشد کرده مثلا هنوز هم ساحه ناامنی در افغانستان گسترش یافته به جای چند ولایت اکثر ولایت در افغانستان سپاسگزارم پدرام سپاسگزارم حالا پرسش محوری واقعا نقش نیروهای بریتانیایی در افغانستان چقدر بوده؟ آیا این سودمند بوده یا خیر تا لحظات بعد شما تماشاگر ما از یک هستین میمونان به بس خیلی خوش آمدین آقای قهرمان شما دیدین که آقای کامرون خیلی خوشبین بود نسبت به آینده و ثبات سیاسی در افغانستان و دیوید کامرون از دستاوردها و مبارزه موفقانه سربازانش مخصوصا در ولایت هلمن حرف زد میخواستم از شما بپرسم که شما نماینده مردم هلمند هستین و خیلی واقعا بر شما معلوم است این مموریت چگونه بوده بسم الله له دوم کود دمس ګرام مې لمنوته تاتس تاس ټکنیک یې ام کارامه ټول تخپلني کې له سلامونه وړاندې کوم هدف دواناوی یو هاغه هدف دي چې موږ تاسې فکر کوو چې شوکمداری دا ماوادو مخترو کنټرول دی هغه د دوی په اشتغال القاعده او د تروريزم مهو کوول دی دا هغه ادب چې مشتعبير لري یو هغه ادب چې دی خپل ځان سره لري دی چې دلته راغی دی خپل ادب بل لري خود باغه ادب د دوی سره دی په پويږي چې دی هغه ادب ترسه دی لري ماغه ادب کداش دوی سره دغه ښکارا ادب چې موږ هله هدفونه که بهو دست یافتن چی است؟ رحمت ټول چاغه به دوی سره دی په دې پويږي آیا اسکار دي, دي شټرینکلن دلې دا د لاسکاله من سن عملی زده کړو خپلاسکرو توار کړه ایا د موآجی مخادر د انتقال د پارو مسالم پل جوړ کړي وو د جلار څخمو ډیر د رحمت خلاص راوړي ایا دغه شوخ ملت د تکول متریکا پیاندزي په سر تروره سهول چوس په محارکی کنټرول باندې مراوس تې یو ښکاره حداب دي چې مشت فکر کو ښکاره حداب ای چې الت وجود ندرلودي او نی لري چاغه امنیتی ولې اقای کامرو بطول... له نشو سره سري بود گفت امنیت نسبی در افغانستان تضمین شده و سربازان برتانیي خيل نقش داشتي زه د جرمند ولایت وسيدون کې چې یو ور واجب یو نظامی مکتب ویلي په ټول ژوند کې یو ور واجب یو نظامی مکتب ویلي کېدای شي کومه کول معزه ولري دال هیڅ تاسو را قبول نکړي چې دیش زره خارجي کوه په دغه ټکنالوژي چې نن ور سره موجوده ده د جزر افغاني قوه د کا لوی برخه په مدافعي حالت کې تیره کړې حتی د دوی په قرارګا ورننه وتل د دوی د تیارو په میدان ورننه وتل الته ورغلن مخالب لوري دي زر الالفنزل ساوکې په شاوخا کې ووسیږي شپته زر انسانان دي پرځاندې په دپار لپاره لوی لوی دیو لون راو سرخي او لاس یازر یا پندله سوه خلق دي د کال لوی برخه تازه الله تولري دا به کم مغزوي نظامي چې دا په اشتعال باندې دي ته شو واي چې آیا شپه تازه قوا په دغه ټکنالوژي څنګه دومره ناواسه ده چې ات تخپل ځان نس ساتل لوی کلاغان پرځانو او قهرمان ماموریت بشتر از 11 سربازان برټانیاوی د افغانستان تمام میشه مخصوصن در ولایت لمن اونا ماموریت مبارزه علی مواد مخدر را در جنوب افغانستان داشان و رهبری میکردن و همچنان و د <متحدث> تر تضمین امنیت همده بودن دقیق در ولایت شما چه دستاورد داشتند اینا حضرت کوموال محمد رسره ماشبه کیدر په خواډیر سوی تولیدم عطا په کالکی دووارې تولد کیږي اوس مخکې په کالکی یو ځل کیدی د امنیت په لاس باندې د دې د چاردیوالي نه بیرون افغانو کومه تاندایم دویته هم وایم کیا لویش نوکتدی ماته په ټول لمن کرا و شوول چې الته انسان مطمئین دی الته انسان آرام دی په شارکی دنه نددی په قرارګا کې د تیارو په میدان کې الته نن وتل ددی تیاری ترانسپورټي تیاری جنگي تیاری الته د دوی په قرارګا کې ورته تخریب کړل د غلوې بروجون سره سره ورنره وتل ودل تامنیت چیرې دی امنیت وایده د تیاری ولې تخریبی دی تشخیص په اخبار وانه وړي د 2.1 مليون در 3.1 مليون 달ورو په ارزښت تیاری د دوی داخل په قرارګا کې د منځولاړه ده نو تي خپل فکر وکړي چې دلته زاب چیری دی دی و نتواني دل هغه شکاره شوار چی ور کړیو شکاره شوار کې دی س دی الله کمندونه د لو د کني دا په نظامی ځواکني ات سالم اکل نه مني چې دومره قواد دومره بيواسي چې زر الی 1500 کس دی کنټرول نکي هغه قهرمان شمو نماینده مردم هلمان در مجلس نمایندګان ستين وخت کې حضور پیش از 1 د هې برټن یای ها در اونجا خیل هم مفید نه بودا شما گفتین ب جز از پایگاه ها و اردوگاه های خودونه نمیتوانستان تضمین امنیت کنن پس چتو تحمل صورت گرفته از حضور ازنی دا تې یک ده شما چتو نتونسین صدا بلند بزنید موږ همیشه صدا بلند کړو موږ همیشه د خپل ملت आवाज وچت کړي ځبه تاسو ته د انګریزانو د یو عمل کارت کیسه وکه حقایق بل شي دي حقایق بل څه دي د شپه ورغله دي د وخت او لو سوال چې د دغه حکومت د دغه نظام او لو سوالو ان غرزان د سپیوره غریدی د درزا اور ټکوله د په داخل د بازار کې د ولوسوالي د غریش کې د دې د ولوسوالي څخصه سره پر قرباني ناشو یواش پم مجلس سره کړی دی بیرته زینت لري دی دوه مش پم بیرته څیوره غریدی څیوره غریدی د دې د کور راښتری د خپل بچار مخته درول دی ټک 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 لسمر مې وشت لري دی ما پاغه سار باندې چاروا کو ته زنګ وری دی شو خلګو د تروریسټي چیشته باید د تروریزم چی شدی اصلا دارچه د شپې بیر سنده د یو چا قوت تو ورځ نه د کازي در سره د نه موکه می سند در سره د کوم جوره پر اساس باندې تو خوایې چې زه انساني حقوق ته ډېر سخت ارزښ ور کوو تو خوایې چې ما مکتب ویل دي ما علم کړی دي نو هغه سره چې د شپې راځي او څوک د کور را باشي وښي بلې عقیقه را مون گزارشای کې وجود داره و اخبار کې وجود داره از ولایت های جنوبی مخصوصا از هلمند چیزی دیگری در اینجا تعبیر می شود گفته می شود که خود نیروهای های بریتانیایی در تبانی با خود شهروندان در هلمند یکی از ولایت ها را خواست نمونه به بزرگان قومی بتن که خود از اونها امنیت بگیرن که یک بار دیگر طالب ها در نفوس پیدا کرد بدون حضور بریتانیا حالا شما می خواهید که بدون بریتانیا می در رژه تامین امنیت صورت بگیرن در کرزی او د کرزی حاکم سیاسي ماشين وکنده خدای په خاطر دغه ملت د دردونو د پاید ترک د رسیدو په خاطر پكټ په دغه خپل درې سکتور کې مدریت کې اصلاحات لار خلاصه کې مدریت پر استعداد او پر تبرمندي ايجاد سي مشکافي کمیټ لرو د دا وساني داخلي شورشونو غلمغاله د پاره بالکل کافي قوت وي مدریت جدي اسناده ضرورت لري کمدریت دغه او تو باندې دغه و انګیزه غلاوه انګیزه چرو تاسو ته ځیت باندې در کوم چې دا یو ساته پرام دې ملت ته په مسولیت وایم چې باور موربندي کوي د دې باندې ډارمن کیږی ما هرده کې کوم ممکن ده چې د هر څماتسي او مش په دې دریاب کې لاوښ او غټس ولیک چېریم قرزي په دغه اساسه مرحله کې واقع خپل ریشدان ت تکان ورکي او یو دميا د مدرت پر استعداد پر توانمندي باندې ايجاد کي زه خطر کو سبا ما ديګر دي خريجان حرکت وکي افغانان او افغانستان خلک په خپل جب سره پويږي کولای شي چدي مشكلات د پر په ګډه باندې شجب پويدا کی او د الله راو بس سبا کوم اقای قهرمان اقای اوریا آرام آرام روند خروج نړي هاي به ملي از افغانستان اغاز ميشه شما شاید بدئنه نړي هاي استريل هاي ديګر افغانستان ترک كردن او اخرين سرباز شونهم رفتن او امروز دويټ از موفقیت و دست یافتن به موفقیت از ماموریت خود سربازانشان حرف زد من میخواستم پرسش داشته باشم که هنوز آینده روابط افغانستان با جهان مخصوصا با ها روشن نشد چون پیمان امضا نشد خروج این سربازان چقدر میتونه ربط داشته باشه با امنیت در افغانستان سوال خوبی است با میخوایم یک تفسیر کوچکی داشته باشیم در شعار در دو استقامت ا س مددې 12 سال بهې تر مبارزه وجود درنه خوست برزید مواد مخدر او در ټول 12 13 سال وزارت برزید مواد مخدر ایجاد شو پولیس ویجا ایجاد شول سارونوالی ویجا او محاکم ویجا ایجاد شول زندانҳои به خصوص قطعات نظامی به خصوص ایجاد شول هرقدر کې تشکیلات با, با یو خزيني ډیر بزرگي در چوکات دولت ایجاد میشه و ایجاد شده به مو اندازه مواد مخدر بیشتر شده 13 سال قبل از امروز 5 تن مواد مخدر در افغانستان تولید میشدن امروز 10000 تن تمام انواع مواد مخدر در افغانستان تولید میشه و در حدود 85 میلیارد دلار در مارکت های جهانی این قیمت از این هست ارزش از هست ببینیم که از 5 تن تا به 10000 تن ای پدیده رشد کردن با ای که در پهلوی شعارهای نهایت گستردها وجود داره یعنی شعار یک چیزی هست شعاری که دولت میته و عمل چیز دیگری است در عمل تلاش صورت گرفته چطور تولید کشت و قاچاق مواد مخدر افزایش پیدا بکنه اما در شعار برعکس قسمی بوده که باید محدودیت ایجاد شوه و شعار بر ضد القاعده هم در سزدهه سال پیهم داده شده مګر موږ امروز وینیم بی الकायदा وارد نسل سوم شده ده نسل اول الकायदा از اوان تاسیسش تا به حوادث 11 سپتمبر نسل دومش از حوادث 11 سپتمبر تا به کشته شدن از سامو بن لادن و نسل سومش از مو وخت تا به حال کی خشن ترین نسل است کی فعلا در افریقا خاور بیانا جنوب افریقا او و سایر کشورهای دیگه بیداد همواره مسائل جدی و معالفه های کلانی که مربوط به حکومت داری میشه حکومت توسط اپوزیسیون توسط جریان های سیاسی نقش شده این بار بحث حضور خود نیروهای خارجی در افغانستان است حالا ما میخواستم مشخص تر بپردازم مبارزه علی مواد مخدر یکی از آجنده های شاخص بود که برتانیا ها در اینجا باید تیر مدیریت میکردن و گفته شما اونا ناکام بودن و تامین امنیت در جنوب افغانستان حالا نقش از اینا این که آقای کامرون میگه ما به دستاورد از اینجا میخوایم بیرون شیم واقعیت هست و ولی اینجا یک نکته ویژه است که باید بر ازو اشاره کرد چیزی که کامرون میگه همه چیز رئیس جمهور ما هم میگه و همه چیز ولی رئیس جمهور از نو و روی کرد از اینا انتقاد کرد ما عرض میکنیم و همه چیز را اوباما هم میگه مثلا کامرون میگه که القاعده منهدم شده دیگه از افغانستان برای ما تهدید متوجه نیست طالبی که در اینجا وجود داره او را تهدید برای خود نمیداند و رئیس جمهور ما هم در این جرگی مشروعاتیش اعلان که ما میفهمیم طالب میفهمیم شما غرض نداریم ولی آقای حالات حالا دیدگاه ها به نوع دیگر است نشریه غربی اعلام کرد که اگر توافق نامه امضا نشود امنیت افغانستان و ایالات متحده ای امریکا تهدید مورد تهدید است با بخطر است سر از او صحبت میکنیم کمی بهتر خب اینجا رئیس جمهور هم میگه که ما میفهمیم طالب میفهمه امریکا قبلا اعلان کرده که طالب دشمن ما نیست و صدر اعظم انگلیس هم در سخنرانی خود گفت که القاعده منهدم شده دیگه از افغانستان برای ما تهدید وجود نداره طالب در جمله تهدید برای خود نمیدانه و حکومت ما هم تا به حال از طالب تعریف نداره از نیروهای مسلح مخالف خود تعریف نداره اینا تروریست است اینا القاعده هست، اینا, اینا تروریستای های بین ملیز، اینا ناراضی است، اینا شورشگر است، اینا مربوط با ایسای است، اینا کی هست؟ این تعریف حکومت هم نداره پس اینجا هست که کشور در حالت یک سردرگمی قرار داده بخاطر که تعریف مشخصی وجود نداره اما مهم به ارتباط آینده افغانستان کاملا روشن است جغرافیه افغانستان در پالیسی ها و سیاست های خارجی <تصفح> کشورهای ناتو دارای یک جایگاه جای شامخی است به هیچ شکل نیروهای ناتو از افغانستان خارج نمیشه با هیچ شکل نیروهای نظامی امریکا از افغانستان کلا خارج نمیشه و آمریکا علاقمندی داره که در اینمی جغرافیای افغانستان باقی بمانه و این بازی های خود ادامه اگر فرض به این باشه که آرام روند خروج آغاز شده اگر این نیروها از افغانستان را ترک کند این ربط به امنیت و تامین امنیت در افغانستان داره طبیعتا داره مثلا استرلی از کی خارج شده 400 نفرش باقی میمانه و ممکن است اینا جزء از اون نیروهای ناتو باشه که در افغانستان بعد از سال 2014 باقی میمونه نیروهای نظامی ناتو انگلیس کلا خارج نمیشه یک قسمتی اونا باقی میمونه در اینجا و ممکن بعدا با حکومت قراردادی را امضا بکنه خب مگر حال پزارا جناب رئیس جمهور مخشوج ساخته خب جامعه جهانی هم میخواد در این جغرافیا حضور داشته باشه این جغرافیا هم میخواد با جامعه جهانی نوی همکاری داشته باشه پازار رئیس جمهور مخشوش با شرایط و خواسته های شخصی خود ساخت از ما دوباره برمیگردم آقای پیمان دیوید کامرون نقش حضور سربازان بریتانیا در افغانستان با دستاور تعریف کرد حالا گفت ما در پایان ماموریت خود قرار گرفتیم و گفت افغانستان حالا داره یک امنیت نسبی است که سربازانشان در یک رول مهم و یک نقش مهم را ایفا کرده ما میخواستم بپرسم که واقعا گستره و پهنای جنگ و مدیریت این را در افغانستان بریتانیا ها کرده و نقششان بارز بوده بنام خدا و با عرض سلام خدمت بیننده های عزیز تلویزیون و ملت عزیز افغانستان میمانان گرامی شما و همکاران عزیز شما منظور از سوال او نفهمیدم که در گسترش ناامنی یا امنیت منظور در گسترش امنیت فقط بلد. اونا مدیریت جنگ را در جنوب افغانستان داشتن و گفتن کی با دستاورد بوده در جنوب افغانستان باور ما که از آغاز انگلیس ها اشتباهات را کردند بعدها کمی متوجه شدن شما هم در جریان هستین که بعضی از چهره های انگلیس در هلمند و در جنوب افغانستان تماس را در آغاز با طالبا گرفتند روی اهداف نامشخصی یا مشخصی میخواستند یا منافع شخصی انگلیس و گونه تمثیل بکنند یا هر فکری که داشتند امو کی منجر به بعضی مشکلاتی که جناب قرمون سی بشاره فرمودن در هلمند شد اما خب ماموریتی از و بعد ها شاید کمی متوجه شدن که به اشتباه روان از یک مقدار انگلیس خود گرفتن و شما هم دیدین که با عکس عمل های حکومت افغانستان و مسائل مواجه شد در مجموع افغانستان محاسبه را ایتو بکنیم که عملکردهای ناتو در مجموع افغانستان مؤثر بوده یا نبوده چرا هر کدام از این در گوشهای های مختلفی از افغانستان ماموریت داشتند کشورهای مختلف و یکی از دلایلی هم که به ناامنی بیشتر این مسئله وارد شد عدمی هماهنگی مابین نیروهای بین المللی و یک دیدگاه مشخص و متحد در مابین عدم یک دیدگاه مشخص در مابین جامعه ملل مشکلات بیشتر کرد هر کامش مطابق با اهداف کشورش مطابق با اهداف مربوطین خودشان در افغانستان عمل کردند و خواسته های کشورشان خواستن تمثیل کنند به می اساس بود که ای ای مثلا نه تنها در المند که در جاهای دیگری را منجر به ناامنی شد متاسفانه او انتظاری بود که افغانستان بعد از یک دهه یا بیشتر امنیت می شود و ما یک نفس راحت میکشیم شما می که از جنوب افغانستان مثلا منتقل شد به شمال افغانستان امیل از در گوشه امنی دیگری که بدخشان شماست ما شاهدی درگیری و خونین ترین ها و قربانی های زیادی حتی در او مناطق هستیم در مناطق دیگر شمال افغانستان به اساس که ای... آقای پیمان شما میخواین بگوین که دامنه جنگ از طرف جنوب به اون طرف انتشار پیدا کرد خب ای که از جنوب با اوجا رفت منتها در سطح افغانستان ایره گسترش دادن متوجه هستین این چند دلیل داشت یکی دلیلش دلایل مختلف داره ولی یکی از دلایل بارزش هم این بود که بناوی دی به کشورهای منطقه کشورهای مختلفی دست داشتند که گویا چهره طالب یک چهره واقعی در افغانستان نشان بدهند و بگویند برای مردم افغانستان که تنها چهره طالب شاید هم باشه که منحصر به یک نقطه خاص نیست و ای در مجموع افغانستان اینا نفوس دارد حالا دلیل که مسئولیت نیروهای بین المللی که از جمله سربازان بریتانیایی باشد شما گفتین که هر سرباز با مو دیدگاه کشورشان سرباز داره سرباز هر داره. کشور حالا مشخص تر کشورها میخواستم بپرسم که برتانی ها با کدام دیدگاه و مش مشخص وارد قضای افغانستان شدن ببینین ما برای شما عرض میکنم و همیشه ایگه گفتیم که هر کشوری که برای شما چیزی میته از شما یک چیزی میخواه. هیچ کس خیرات بری شما چیزی نه ما با قربانی کردنی بسیار مسائل بزرگ از مثلا حضور امریکایی و جامعه بین المللی سوالات بسیاری را در جامعه بین المللی خرد کرد که خدای نخواست ما یک کشور اشغال شده هستیم یه قربانی را ما دادیم ولی برعکس اگر شما فکر کنین این خارجی هم که اینقدر در افغانستان زحمت میکشن تلاش میکنند که حضورشان همیشه داشته باشند و اشاره هم شد که اینها نمیخوان بروند دلیل است که اینها اهداف درازمدت و کلان مد... کلان در افغانستان دارن اگر این اهداف نمی بود ما برای شما و برای ملت افغانستان عرض می کنم که در طول 12 سال آمریکایا جمع جامعه جهانی جامع جمع جمع این توانمندی را داشتن که افغانستان هم با همکاری ما هم امنیت شوه حتی در بس مدیریتی که در حکومت افغانستان است اونها گان ما همیشه گفتیم که در وزارت های افغانستان و در معرفی چهره ها به وزارت خانه ها اعمال نفوذ کردند اگر اونها میخواستند امروز یقینا که افغانستان هم از لحاظ اقتصادی به یک جایگاهی می رسید و هم از لحاظ امنیتی و مدیریتی اما اونا هم نخواستند دلیل اینا خواستن که عالی اهداف درازمدت و طولانی و بلندمدتشان چی است نمیفهم دقیق ولی اونها این را به گونه خودشان گسترش دادند که حضور خود حفظ کنند ما برای مردم افغانستان عرض میکنم که دوازده سال بعد یادتان باشه این میزم شما با خاطره داشته باشین که بازم برای یک بر یک دهه که این پیمان امضا میشوه شوه مال بحث های دیگه در قسمت پیمان اگه فرصت شد گپ دارم دوازده سال بعد هم باز مردم افغانستان میگه که آمریکایا نروان که هم منطقه ناامن میشه هم ما ای امنیتی کشور را گرفته نمیتونیم هم ما از گشنگی میبریم تا چی وقت ما ماهایی که مسئولیت داریم در کشور تا چه وقت ما با حضور جامعه جهانی زندگی خود متکی بسازیم و افغانستان نسازیم. عرض در مدیریت آقای کرزی که یک مدیریت ناقص و ناتوان و ناکاره بود نقش امی آمریکایی و امی دنیا موثر بود که امیره بگونه سر مردم افغانستان در 12 سال تحمیل کردن گذارم ادامه این بحث تا لحظات بعد تماشاگر اماچ از یک هستین آقای قهرمان پیشتر آقای پیمان از موارد ترپیمان به حضور نیروهای های در ولایت هلمند گفتند که در اول چاره موارد شدن که ناکام بودن و من میخواستم اینجا بپرسم با توجه به که انگلیس ها در اونجا ماموریت داشتن برای مبارزه علیه مواد مخدر در بس ها موارد و گزارش ها که امروز ما خواندم گفتن که خود انگلیس ها در قاچاق مواد مخدر دست داشتن موارد اول که میخواستم پاسخش از شما داشته باشم چون نماینده مردم هستین با یک از رسانه‌های غریبی هم مطلب رو نشر کرده بود که نشان میداد مقامات ارشد انگلیس به خاطر ساختن اردوگاه ها و آموزش طالبان در اونجا دست داشتن و متوسل شده من به چقدر ای واقعیت است اوہلا موجودی د مواد مخادر مووجود مواد مخادر د مزکی پکو راکی تقریبا په انځو شکل کیږي زبردي پر ساکارکو مخکنیو کوماتونه به وروسته کوماتونه اتا د منټیکې مملکتونه د پاکستان ایران د ترکانو سره د روسانو سره د اګريزانو سره د امریکایانو سره ما پر دې مسله باس کړی دی چې دا problem دی او که دا یو لوی بزنس وي د پپینډو ښه لکه زدينه تجارت راسيدل هم چې دا problem نه بلکې دا یو منظم بزنس دی دا بزنس ته چا په لاس کې دی دا د هغه چا په لاس کې دی چې دا چا د مځکی کنټرول په لاس کې دی چې څوک ځان ته کړ کې چې زدم ځکی جاندارم يم دا خلک دي چې دا زرها او ټونه تولید در خاصو نو کتوبوري راسي دا نه پکه لو باندې راسيږي نه په 2 كيلو باندې راسيږي ما بار هدا په اته هتا ما دا سیمباشور سره کړی چې شته یو لازمي د پاره د انګريزانو ته زوږست د ستاسو تلویزیون وایم که دا مشکل دی دا مشکل په ځب شه لري که دا بلاده په ځب شه لري یووب شایب اسګردیچ کری یووب شای هغه حجدی چې دا په لس لس من راجمي د لوی اجنبر د ریم اپ شایه لوی اجدي چې دا د یلمن سره زموږ مرز دی چور تور توای برامچور توای د عدالت څلاره م اپ شایه هرڅوک دی چې دا ټرافیک تر دا کی ترار په پورې پزمه اپ شایه هرڅوک دی چې دا د الركي په جیب کې اچ هلو در قاčo قزي خوده انګلیز ها دست داشته اخره او اوس نو زه ترتیب شی وې ته دوی دا ایدا کی چې موږ پدی کې لاس نه لرو کچيري دويوت وانيجي ا دينه غواړي د دي خپل ټولنه کې د با سوبات ټولنه ټوله در کنټرول لانجه ټولنه هم ام شک امر لري هم پشربتا اسکر لري ولې نسې کولای چې د مارکیټ الته بند کړي کله غوښتلای چې د مارکیټ الته بند کړي مارکیټ چې الته بند شي دبل سړۍ وروړي نه آجی مرستنه راوړي ابل آجی په لس مننه ټولي او بزګرې کوي نه چې عبدالله ته څوک راستي دا تیزاب د کمر ځای راځي چې د لته پاوډر جوړیږي زموږ تاریاک تر هغه وخت پورې حرکت نکي ترڅو د تیزاب راوړی شي دا په خپلش کار د دې ثبوت چې دا د ټولو کاروبار دی کله دا دوی کاروبار نه وایي دای چې په دا دومره ټکنیکو ټکنالوژي باندې دراباته څخه شرو د ایران د مرزرا بیا تر سپین بولداک تر مرز پورې دا ټوله فاصله 200 کیلومتر نه ده د افغانستان اته پرسته د موادو مخدرو مال پر دغه لار وځي آیا تاسو څنګه د دې سره د امنیتی چې د دومره قوا د دومره لویه دنیا د دې د دې تورن لري چې د 200 کیلومتر تر خپل نظارت لاندې راول دا هیڅ निजामي منطیک دا هیڅ اخلاقي منطیک دا هیڅ انساني منطیک نمنې دا د دوی بزنس دی دا د دوی کاروبار دی مجموعلته عدالت ګروغان کلیو جبرانې را باندې کړې هم دی رابنجری بیا هم دی رابنجرا ټولې هم دی ماته ډېر مشکور پرول از، کی از, از ماأموریت چې خوده انګلیزҳо در هلمنداشتن مامورانو حکومت افغانستان هموجا داشت داسګاه عدلی بود او ادارات کشف وینا بود نه نه میتونسن جلا وبشن زبرتاشته وشو کتاشي ش قزادرلوده تاسو شت سره ولیدلوده تاسو شو حکومت ولیده تاسو ویل نن پجټولنه کې دغه ناخواله ولیده خدای ټول نشي دديدي چې موش صرف په حکومت په نامه باندې یو چوکاټ لرو که چې موش حکومت لري حکومت خو غدي چې هغه یو عادل قضایي سیستم ولري هغه یو عادل پښتلا باندې هغه خبر د نظارتي سیستم ولري تاسو خپل وطن لر د کومه اگر کمر روشنتر صحبت کوو ته بر مردم هم ویده او معلوم شونک چې مردم چhto میتونځ در هلمند با انگلیس ها کمک و همکاری کنن زمین در دست مردم بود و تمام امکانات پیش مردم است اگر انگلیس ها قرار باشه به با قاچاق از دست داشته باشن این مردم ها, آدی تو این ها کمک کنن؟ چه و شهروندان عادی چطور تو میتونه اینا کمک کنه چی ملت دوم را مجبور که چه داغه بادرنگ و خطکی داغه انگور و اندوانه تا دا یو شهر تربل شهر پوری موکی نور که چیویسی. <applause> دایو مملکت ستربل مملکت اوګرزمرد د یلمن خټه کې وې اندواني چې کله ورسیږي با پاکستان زموشه خې یو با 100 موټر اندواني په 2000 روپیه رانی سي آیا چې وملت تر دې اندازې مجبور کې چې بل هیڅ لار و نه لري پخدا خپل اولاد د خپل ژوند د بقا لپاره د حیوانو کتنه کې مجبوریت تر ام انګلیسه در اونجا موجه سوال پدې کې نه پاتې کیږي دغه پیښه چې دوی الته زموشه د یلمن زموشه اولس خرابه ولو کې مصرف کړي دا چې په تایاره مصرف کړي دا چې په توپ مصرف کړي دا چې په ټانګي مصرف کړي کله دغه په اصول څه ښه لاس په صاد په شه په دغه ملت واقعا د مینه پر بنیاد مصرف شوی وای ما زه تاسو ته خطر کوم چې نن بزموج د یلمن او یاکلن سپنسرینګ انګلیسي وای لای او د دیموکراسي دغه په تمثیلوال او دغه شخوهای وای لای ولی خبره په دې کېده چې دی دې ته په استلابه د اخلاص نه درلودي نه ته نه انګریزان دغه په چ پټول افغانستان کې دوی زموش په تکولو کې مصرف کړي دوی زموش په بدبختي کې مصرف کړي که چې دوی زموش په خوشبختي کې مصرف کړی وای نن به تاسو پیو بل افغانستان کې وای موږ ډیر وروکه وطن دی چلو ډیر شولایته دي که په ولایت باندې 22 میلیارد ډالر یا 25 میلیارد 25 میلیارد ډالر دی په واقعیت په موږ مصرف کړي به خپله پرڅښتګه داشته وښم چې در برخې غوښتنې را مده اونچی مردم عوام در افغانستان دیدگاه دارن این است که بریتانیایی ها یا انگلیس ها در هلمن مبارزه میکنن علی مواد مخدر ولی این گروه های دهشت افغان یا طالب هاست که حمایت میکنن از مردم بر از مواد مخدر را کشت کنن و از او بتانن سود ببرن این شما مبارزه که تا ما وینئ مو... مبارزه با مواد مخدر لری که وزارت مواد مخدر لری او که چیرې تاسو دا انګريزان د دې کار لپاره <مسال> مسول بولی دا ټول باندې چلی په کاشکي خو ما درته ویل چې دا ټول هغه ناکاره وسیلې دي دروستي دا د دې لپاره پکاره چې ولسیوي چې دا واړه واړه لاسونه کنټرول کی چې تم یو ان سي دي یو نه ورایسي چې دا په محدود لاسونو کې پاتې شي دا اصلا د دې لپاره نه جوړ شوی چې دې په کله کې دغه مشکل مدعاوي <مسال> کې <مسال> دوی د دې لپاره دي چې واړه واړه لاسونه بند کړي شور دا وګه زما تشتم شوی و طارق <applause> مدي هم مسالح مخالفین د ديالاري نزانې کمالي ام استاده چارو مسولین د ديالاري نزانې کمالي هم د دنیا ټول ماپیایی دلی و سیستمونه وه حکیم سیاسي فضا چې پلاس کده د د نړیواله نژاد احمالي دلته یو عالمي امکانات په شي پدی کې ټول شریکاندی ولی به یمن کې جنجال دی ولی به یمن کې ترابط روب دی تaisyره په خپل بعد د اسوال وي افغانستان د جهان د درې بازارونو څخه یو بازار فکر وکي چې یو د نیپټو بازار دی یو د اصلي بازار دی یو د موادو مخدرو بازار دی دغه بازار هلمندې تقریبا لکه د 400 غوندي لکه ستاځي دا جاده ميوان چوک دومره به ارزشه دي چې اغه چون ټول لارې د ترکیه پوري لارې دوري در بهره پوري لارې او خپل حکومتونه دا کار کړي د پاکستان حکومت د ایران حکومت نور حکومتونه باور وکړي اغه څه د ویلو ندي چې څه مال دي لیدې په دې پدې پېتې مشکاله کې کچيري سره ټول سره بربند کی تاسو په خپل د اسوال حل سي چې دا د دې ملت مظلومیت د دې ملت به چاره شي وایي دیر چې ما خلاصت هاش تو وې چې د دنیا لوی لوی حکومتونه د دې کاروبار شاته ولاړ دي د دنیا لوی لوی استخبارات د غلارې سره تمویل کوي کومه تونه د استخبارات و مملکت نوم بګرين اول به د پاکستان دای سایبر چی شي ولړ دي تاشتازه یو شی چې الحمدلله د آیسای پاکستان کې درنفوذ انګلیز هه زیاتره ما درته وایم دا یو مثال درته وایم نو انګلیز د دې سموراکوي ما ایران د دې سموراکوي ما امریکای د دې سموراکوي دا د دوی د ټول غټ مجما بزنس ته موږ په دې مودت زمان خېل چیزҳо را دیدیم او اگر شما چیزҳои درین پیش خود به عنوان نماینده مردم میتونین آزادانه اور وګیم درنه څه تاسو شي هو ما درته بل به درته وایم چې دې صدې د لیدلو شمالي دې دی وایلو نه دي باور وکي دغه وطن سره دک دک تیاری مالونه بیرته انتقال سوی دی په پاراشوټه پوری په دغه افغانستان کې تړل سوی دی وړل سوی دی په اسلامي مملکت باندې په پاراشوټ کې را کړی کی هې ان کارا کړدان د چاچو د مزګر کی سیاسي پلا پزا پلاس کړه د چاچو د زګه پلاس هله ino کی چاچو د زف تښنه پویږي چې موږ هم نماینده مردم یو د ټول ورونه نماینده مردم حق لري تمام واقعاتو اینجا برملای شي تښنه پویږي په دې باندې چې د پزاده چا پلاس کړه پزاز ما وسته پلاس هله ما د هغې نهستم چې پهتون نظر پتون شما میتونئ یې وګورئ ما د تور ګورئ نو راځه زما د تا ته samt تشریکم په دې مزګر کې جنگونه دوا ناوي یو هغه جنگونه چې انسانی جوامع او ترمنص تصادفي پیښیږي بعضی جنگونه بزنسي پلانزا د ځینسي وي جنگونه دي زموږ ته کوړه کده پرون جنگو کده نن جنگو دا بزنسي پلانساوي جنگ دي دا زموږ ترمنص تصادفي جن نه دي هر چا چې تا کوړه دا جنگ راوړي جنگ چا راوړي زه د دې مزه کې د شلو کالو د جنگ تفسیرتي تاویب تاسو ته ونښز دم د مزه کې کې شکل کله کې یو ګنګ جنگ روان دی جنگ څنګه جغرافیه تغیر کوي رئیس جمهوران پدر پرتکیجی با قهرمان هم زمان روی موارد جنگ در جنوب کشور و انتظار مردم این است که شما چیزهایی که دارین چشم دید دانست اونا را واضح بسادین تا دمان مردم بفهمد بعد تو چه تن از ما وستا پا کور که دید جنگ یو کنج دل دید دا یو دیر لوی جنگ دی. ما وستا کور که تنها ندید چون چه مرتنا دو تا خلاصه جنگی که شما دو تعریف دارین در هلمند کی راسي ارکان د پیرکي امریکایان دي اروپايتي دي اميري سياسي دي پرکي دي مليالي متدي او پراسون دي پرکي دي شیخان مدير د لوجيستیک مسول مالی دی پېشه د شیخان دی شلکاله کیږي په دیمځک کې جنگ دی افریقا لويش پلویش پوینه ولن بدل بالکان لويش پلویش پوینه ولن بی دی خلیج لويش پلویش پوینه ولن گی دی ورنګ دی زما واستو ورنګ دی یو توپ په بحر کې proti اسیاه اومیشټل افریقا اومیشټل اروپا اومیشټل یو تور نادو د بمبارد کې یو 52 د بمبارد کې یو جنگ دی شلکاله کیږي په مختلف جغرافيو کې په مختلف شوارونو باندې

دیکټاتور شواردی یو ځای القائده شواردی یو ځای الفائده شواردی یو ځای تروریسم شواردی یو ځای بل شواردی ولی جنگ د واحد هدف لپاره چې پدیم زکه کې یو کور جوړوم یو لاس ته راووم او ټول شو واړه واړه کوم لکه خلک چې میکړي دي په خلک کې څوبرشه تسلیت لرم چې هر خپل بیلیراته او په تماشه او غار چې په ټول دنیا کې دغه شیونه निजामو سپاس گزارم اخره یو ریا یک از ناکامی ها و تحلیلای کی وجود داره در پیوان به ناکامی در ماموریت بازان بریتانیایی یا کشور بریتانیا در افغانستان این است که اونا بس از موارد سیاسی کلان را توسط پاکستان در اینجا و سیاست های کلان خود را توسط پاکستان یا در افغانستان عملی میکنن دیدگاه شما چیست باز با اجازه باشه کمی تفسیره داریم بفرمایید در افغانستان یک بازی بزرگ بین کشورهای خرد و بزرگ ادامه داره در حدود 51 کشور عملا در اینجا حضور نظامی داشت و کشورهای متباقی خورد و بزرگ هم در اینجه در این بازی به با نحوه از آنها داخیل بودن در طول ۱سزده سال فقط به دو توپ بازی صورت گرفته یک توپ مواد مخدر و, و توپ دیگهه هم توپ ترورزم هست و این توپ شد میشه از یک طرف به طرف دیگری و بر بنیاد این بازی منفعتهای همه کشورها به شکل از اشکالی تعمین شده به شکل مثال سازمان شانگهای است یکی از علت فلسفی وجودیش موجودیت تروریسم و قاچاق مواد مخدر هست و چین بسیار ماهرانه توانست با استفاده از این دو پدیده سازمان را ایجاد بکنه سازمان امنیت جمعی است که روسیه ایجاد کرده یکی از علتهای های وجودیش موجودیت مواد مخدر و تروریسم در افغانستان موجودیت خود ناتو در افغانستان موجود... علت اساسی ش موجودیت تروریزم و القاعده و مواد مخدر هست پاکستان هرگاه تروریزم نیست پاکستان نیست پس این دو توپ تروریزم و مواد مخدر به نحوه از انها هم توسط بازیگران خورد و هم توسط بازیگران بزرگ رشد داده شده گسترش داده شده و بازی صورت گرفته به این دو توپ به خاطر تعمین منفعتهایش اما مردم افغانستان و خود افغانستان بر بنیاد ضعف مدیریتی که داشته قربانی این بازی شده و از این تو بایی که خودش استفاده نکرده قربانی این تو بازی ها شده اما چیزی که بربود به انگلستان از در عرصه سیاسی انگلستان دومین قدرت نظامی بوده در افغانستان بعد از امریکا و افغانستان بعد از امریکا بزرگترین کمک های اقتصادی به افغانستان داشته و در هلمان تنها اونجا انگلیس ها نبوده فکر میکنم امریکایی ها حضور دارن و بل بل کشورهای دیگر هم در اونجا حضور دارن و در بازی های ها... اگر مشخص تر بپردازین که دقیق سیاست های کلانی که انگلیس ها در قبول دارد این را توسط پاکستانی عملی میکنند فرصت را با آقای پیمان بله. امیر عرض بکنیم در بازی های بزرگ انگلیس ها کاملا هماهنگ است با امریکا اما در بازی های سطوح پایین طبیعتا انگلستان نقش نهایت بارض و تعیینکننده در سیاست داخلی و خارجی پاکستان داشته به نحو ازنها و پاکستان تابه حال عضو کشورهای مشترک المنافع است و به نحو ازنها در اونجه انگلیس ها قیمومیت دارند طبیعتا یک مقدار اهداف خوده انگلیس ها در منطقه از طریق پاکستان پیش برده و میبره سپاسگزارم آقای پیمان میخواستم من مشخص دیدگاه شما را داشته باشم مردم و شهروندان در افغانستان یک نوع نگاه متفاوت تر از این دارد که بعضی کارشناسا و دوستان که عملا در جنگ است تعریف از جنگ دارند دقیق برداشت شما از جنگ افغانستان چی است چی آقای قهرمان معتقد بودند جنگ و جنگ که فعلا در افغانستان روان است یک نوع متفاوت دیگر دارد ظاهرا تمام ائتلاف در این جه مواد مخدر و وجود طالبان تروریسم و افراطیت می جنگن. ولی گفته میشه در پس پرده معاملات دیگر هم صورت می گیرد که به دور از دسترس شهروندان است ما در قسمت مواد مخدر یک مثال برای شما میگم ما در پنج سال پیش شاید احتمالا یک پروژه را برای وزارت آب و برق بردم ما گفتم ما بند برق در میهید بسازیم موا... وزارت مواد مخدر برای ما گفت که وزارت آب و برق بود در وقت پروژه برق بود با ما گفتن که در مناطق شما کشت کوگنار میشوه یا نمی ما گفتم یکی از مناطقی از زادگاه ما که حتی کشت کوگنا رو نمیشناسن که چی است ما را گفتن برو یک عکس پیدا کن خب ما شرم کردم که عکس پیدا کنم تلاش زیاد کردم که اینو بدون از اینکه شما عکس و مواد مخدر از ما بخواین خویر شما عملی کنین چرا به مناطقی کار کنین که مواد مخدر نیست این با دیگران نشان بده که در جای کشت کوگنار نیست دنیا برش توجه میکنه و آباد میشه از اونجا دزینم خورد که بری احیای کشت کوگنار و گسترشی ازی تلاش میشه در افغانستان متوجه شدید؟ همدی عمدی عمدی تلاش میشه توسط ارگان های حکومتی حکومتی نه که تا دنیا چرا این پروژه ها رو خود دنیا تمویل میکنه وقتی که اونا جای را میخوان رفتن تا جلال آباد بری جریبی ده وقت نمیفهم چقدر بود 200 دل دلار میدادن 300 میدادن چه از یاد شما باشه نباشه باشه ما بازم در مطبوعات گفتم که این کار نکنین که باعث تشویق میشه یک کسی رمیتی برو در هم جوارش ولسوالی هم جوارش که کشت کوگنار نیست برش کمک کو خوب بسازش وقتی که ساختش این متوجه میشو که اینجا را خوابات کرده ما با یک کشت کوگنار چقدر قربانی کلان میتم که میتم بدون آبادی و بدون امران میمانه و اینجا آباد میشه با می ترتیب شما امنیت هم فکر کنین در مسئله امنیت ما برای شما عالی میگویم که شما تا چی وقت انتظار میکشین که امریکای اینجا حضور داشته باشن و امنیت بیا اولا ما باید تقدیر خودمان خودمان بنویسیم از هر فرصت استفاده کنیم که متاسفانه نکردیم و ای دامه پیدا میکنم و برای شما میگویم که آمریکایی ها قسمی که اشاره کرد وقت تمام است من میخواستم تنها فقط فشرده دیدگاهی در پیمان داشته باشم پس تایف شما از جنگ در افغانستان چی است؟ جنگی است که هر کشور و بخصوص آمریکایی ها برای میگویم برشان گفته از این مایکان برشان گان آگاه گفتم که با هر کشوری بازی میکنین با مردم افغانستان بازی نکنین روسا هم بازی کردن در یک پیوند دوستی در سطح بین المللی با ما پیش برین احترام متقابل و اگر میخواین افغانستان آباد چه همکاری بکنین که حالا دنیا در پیمان امنیت افغانستان با ما بازی دارن بازی دارن دقیقا بازی دارن با این چینا بازی است؟ ببینین امریکای ها اعداف درازمدت شما میفهمین در منطقه دارن جنگ به می اساس گسترش پیدا میکنن کشورهای خرد و قطر جایز که طالبان رو میبرن میگن بیاین مذاکره کنین ولی قطر امنیت از افغانستان نو امن چون تنها بس افغانستان نیست اما رقمی که دوستا اشاره کردن یکی مهار کردن ملت افغانستان از لحاظ افکار و اندیشه و اخلاقیات است و هم در این منطقه کارای دارن که با ایده تمام کنن آمریکا و دنیا سپاسگزارم از تشریف تمام مهمانان پایان بحث و دیدگاه ما شب تا روزگار بعد خدا نگهدار